به دنبال انفجار در یک باشگاه ورزشی در منطقه شیه نشین در غرب کابل نگرانی ها از شدت حملات هدفمند علیه شیعیان هزار در افغانستان افزایش یافته است همزمان منابع از افزایش آمار تلفات این حمله به 6 شهید و یازده زخمی خبر دادند گروه تندروی سنی داعش مسئولیت این حمله علیه شیعیان هزاره را بر عهده گرفته است همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. از زمان تسلط دوباره یه گروه طالبان بر افغانستان حملات تروریستی علیه شیعیان هزاره در این کشور همچنان ادامه داشته است حملاتی که در راستای تداوم نسل‌کشی هزاره ها دانسته می شود. در تازه ترین مورد شام روز پنجشنبه چهار آبان یک باشگاه ورزشی در منطقه دشت برچی در غرب کابل هدف حمله انفجاری قرار گرفت که منجر به شهادت و مجروحیت ده ها جوان شیعه و هزاره گردید منابع گفتن انفجار آنقدر قدرتمند بوده که صدای آن در مناطق مختلف غرب کابل شنیده شده و در میدان نزدیک به محل انفجار خانه ها را به شدت لرزانده است. آمار منتشر شده توسط شماری از بیمارستان های غرب کابل نشان می دهد که در این انفجار دست کم 6 نفر شهید و 11 نفر دیگر زخمی شدهاند. منابع محلی به رسانه ها گفتند که این انفجار زمانی رخ داد که بیش از پنجاه جوان ورزشکار در این باشگاه ورزشی در حال تمرین مشتنی بودند. به گفته این منابع قربانیان این انفجار همه نوجوان و جوانهای بین 14 تا 22 سال هستند که برای مسابقه ورزشی در سطح شهر کابل آماده می شدند. با توجه به شدت این انفجار و تخریب گسترده ساختمان و خانه های اطراف آن احتمال افزایش شمار شهدا و زخمی های آن وجود دارد. گروه تندروی سنی داعش با پذیرش مسئولیت این حمله گفته است که اعضای این گروه با بمبگذاری تجمع شیعیان را هدف قرار دادند. داعش ادعا کرده است که در این انفجار 35 نفر کشته یا زخمی شدند. منطقه شینشین غرب کابل در بیش از دو سال گذشته شاهد حملات مرگبار تروریستی بوده است. حملاتی که مساجد، مکتبها، دسته های ازاداری و مکانهای ورزشی را هدف قرار دادند. پس از حمله به باشگاه مشتنی ملت در این منطقه، نگرانی های ساکنان منطقه از تأمین امنیت و آغاز موج جدیدی از حملات در این منطقه ابراز شده است. ساکنان غرب کابل طالبان را متهم به بیتوجهی در تأمین امنیتشان میدانند و حتی شماری این گروه را به دست داشتن در حملات به مناطق و محلات شیعه نشین متهم می کنند. حملات گسترده و مرگبار بر شیعیان هزاره در غرب کابل از سوی فعالان فرهنگی، سیاسی و مدنی به معنای تداوم نسل کشی و حملات سیستماتیک علیه آنان به دلیل هویت قومی و مذهبی دانسته می شود. شیعیان و هزاره های افغانستان تا کنون بارها در اعتراضاتی که در سر تا سر جهان راه اندازی شده این حملات را به هدف نسلکشی هزاره ها دانستند و خواستار به رسمیت شناسی نسلکشی هزاره ها از سوی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی هستند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه.